Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Elahi antiqni bil-Huda wa al-Himni al-Tawa. بیانی که خدمت شما عزیزان داشتیم در آداب غذا خوردن بود. گفتیم و عرضه داشتیم یکی از آداب غذا خوردن شستن دست ها قبل از غذا خوردن هست و نکاتی رو در این زمینه به صورت خلاصه برای شما عرضه داشتیم. یکی دیگر از آداب غذا خوردن که خوب هست ما مسلمانان و مؤمنان رعایت کنیم قبل از غذا خوردن، طبق سیره پیامبر و اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین، این هست که قبل از غذا اگر وقت بکنیم و حوصله بکنیم و توانایی داشته باشیم که قبل از غذا وضو بگیریم، یعنی غذاهای خودمون رو با طهارت، که وضو یک نوع طهارت باطنی هست در فقه اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین، میفهمند که وضو یک نوع طهارت باطنی در درون انسان ایجاد میکنه، یک نوع پاکی باطنی ایجاد میکنه و خوب هست سفارش اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین در مرحله اول این هست که خوبه که یک مؤمن همیشه با وضو باشه، یعنی در همه لحظاتش با وضو باشه، و سفارش خاص داریم که چه خوبه که قبل از غذا خوردن انسان وضو بگیره، یا منظور این که غذا رو با وضو میل بکنه و اون طهارت باطنی، که صفوان جمال یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام بودن، عرضه می‌دارن که من خدمت امام صادق علیه السلام بودم، با عده‌ای دیدم که حضرت برای غذا وضو داشتن، با وضو غذا رو خوردن و شروع به طعام کردن. از حضرت سوال که پرسیدم، حضرت فرمودن که با وضو بودن فقر رو از بین می‌بره، هر کس که با وضو قضاش رو میل بکنه فقیر نمیشه، این فقر رو در این دنیا از او از بین میبره، آثار بد جسمانی رو از او بر میداره. پس خوب هست که انسان قضاش رو قبل از قضا وضو بگیره و قضاش رو همراه با طهارت باطنی میل بکنه، و حتی در بعضی از روایات داریم که بعد از قضا هم وضو بگیرید. حالا این آثاری داره که بعضی از این آثار رو ما نمیدانیم دلیلش چیه، حکمتش چی هست، ما اطلاع نداریم، اما خب چون اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین سفارش کردن، ما اونها رو انجام میدیم. یکی دیگر از آداب غذا خوردن گفتن نام خدا و بسم الله قبل از غذا خوردن هست، یعنی انسان غذاش رو با یاد خدا و با نام خدا شروع بکنه. خب انسان وقتی سر سفره میاد، این غذاهای رنگی که در جلویش قرار میگیره، سفره پهن میشه، غذاهای مختلف رنگارنگ، یاد خدا رو نوعا فراموش میکنیم دیگه، فقط نیتمون این هست که سریعا خودمون رو سیر بکنیم و غذا رو میل بکنیم و از خوشمزگی اون غذا استفاده بکنیم. روایت هست که خوبه که قبل از غذا، مستحب به قبل از غذا یاد خدا رو بکنیم، یعنی اینکه انسان متوجه باشه این غذا از ناحیه چه کسی به انسان رسیده، این نعمت رو چه کسی به انسان عنایت کرده و عطا کرده. یاد خدا باعث میشه انسان توجه بکنه صاحب این نعمت کیست، و وقتی این توجه در انسان ایجاد بشه، میفهمه که این غذایی که میخوره باید در مسیر عبادت صرف بشه، این توجه در او حاصل خواهد شد. ابن کوا میگه از حضرت علی علیه السلام شنیدم که حضرت علی علیه السلام فرمودن هر کس قبل از غذا بسم الله بگه، اون غذا به او آسیبی از به او نخواهد زد، آسیبی از ناحیه غذا به او نمیرسه. میگه من غذا خوردم و مقداری دل درد گرفتم، دلم درد گرفت، خدمت حضرت رسیدم، عرضه داشتم آقا شما فرمودید اگر کسی قبل از غذا بسم الله بگه دل دردی معده دردی نمیگیره، ولی من غذا خوردم و دلم هم درد گرفت، آسیب رسید به من از اون غذا. حضرت علی علیه السلام لبخندی زدن، فرمودن ابن کوا تو چه خوردی؟ گفتم من این چند نوع غذا رو خوردم. حضرت فرمودن خب بله، شما چند نوع غذا خوردی، باید برای هر غذا یک بسم الله میگفتی. مثلا انسان میخواد نان و شیر بخوره، نان خودش یک غذاست، شیر خودش یک غذاست، برنج رو همراه با یک خورشتی در کنارش بخوره، خورش خودش یک غذاست، برنج خودش یک غذاست. خوبه که انسان در ابتدای هر نوع غذایی که میخوره، اگر در یک وعده که سعی کنیم یک نوع غذا بخوریم، اگر دو یا سه نوع غذا هست، ابتدای هر نوع غذا یک بسم الله گفته باش، بگیم که از این امراض جسمانی انشالله در امان باشیم.